بعضی ها فکر میکنن اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم فقط نمازخوان بودن، نه اینطوری نبوده. فکر نکنید صحابه پیغمبر فقط نمازخوان و روزدار و اینها که اعمال فردی هن و به جای خودشون مهمن، اما این که ما سیر باشیم همسایه ما گرسنه، این که ما پولدار باشیم همساده ما و یا برادر و خواهر ما داره زجه میزنه، ما پول داشته باشیم بهترین ماشین رو اما هم نوع ما و همساده ما و هم میهن ما تا کمر توی سطل زباله خم میشه برای نان شبش، به خدا به ایمان اون مسئول باید شک کرد، ولو این که شب و روز دور خانه کعبه بچرخد. دین این نبوده. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی. به محنت دیگران، به رنج دیگران، به مشقت دیگران اهمیت نمیده. خودش یه پست گرفته، یه مقام گرفته، چند تا عنوانم یه تریلی دنبالش، بعد اونجا فکر میکنه که با تسبیح به دست گرفتن و سبحان الله گفتن و پیشانی رو داغ گذاشتن این دیگه مستقیم ویزای جنت رو گرفته. کور خوندی آقا؟ مسئولی باش، رئیسی باش، پلیسی باش، ملایی باش، آخوندی باش، هر کوفت زهرور و عنوان داری باش، کجا دین اومده که شما پیشونی داغ کنی؟ کجا دین اومده که دین تسبیحه؟ اقبال میگه نه، شیخ در عشق بتان اسلام باخت، رشته تسبیح از زنار ساخت، میشود هر مودرازی خرق پوش، آه از این سوداگران دین فروش. صحابه یکی از ویژگی های بارزشون این بود که دیگران رو بر خود ترجیح میدادن. اگر میدید یک نفر غذا نداره، آب احتیاج داره، اینا خواب نداشتن اصلا. تعبیری که اسلام از بشریت داره اینه، کل بنی آدم، همه فرزندان آدم، الناس و بنو آدم، همه یک خانواده جهانی هستیم.